یکی از دلایلی که بازی‌های ویدیویی از زمان بچگی برامون جذابیت داشتن، قابلیت تجربه چند نفره بوده که بهمون اجازه میداد یه سری بازی‌ها رو با دوستا و نزدیکانمون تجربه کنیم. سر همین ماجرا از بازی‌های ورزشی مثل NBA 2K یا فیفا که حالا شده یه اسپورتس اف سی تا بازی‌های مبارزه‌ای مثل مورتال کامبت و استریت فایتر و تکن، هر کدوم تجربه‌های لذت بخش و به یاد موندنی رو در خاطراتمون ثبت کردن. این وسط بازی‌هایی که واقعاً با محوریت کوآپریشن یعنی همکاری ساخته شدن، حس و حال خاص و ویژه‌ای دارن. کوآپا رو میگم. خیلی‌ها میگن در سال‌های اخیر نسبتاً بازی‌های کوآپ درست و حسابی کمتری واسه کنسول‌ها اومدن، ولی این دلیل نمیشه که ما از آثار فوق‌العاده‌ای که میتونن این تجربه رو در اختیارمون قرار بدن، چشم‌پوشی کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم بریم سراغ معرفی بهترین بازی‌های کوآپ که شما میتونین با رفیق، فامیل یا هر کسی که دلتون می‌خواد، اون‌ها رو دو نفری یا چند نفری روی کنسول پلی‌استیشن 5 تجربه کنید. به به، بازی بالدرز گیت 3، گیم آف دی ایر سال 2023 میلادی. هم یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ و هم یه بازی کوآپ معرکه محسوب میشه. بالدرز گیت 3 اثر استودیو لاریان، به خاطر انتخاب‌های داستانی عمیق و پرشماری که بهتون میده، شما رو واقعاً در دل یه ماجراجویی داستانی مفصل غرق می‌کنه. حالا وقتی همراه یه نفر دیگه مشغول شیرجه زدن در این قصه بزرگ و تلاش برای برآمدن از پس چالش‌های مختلف بشین، بازی جذابیت بیشتری هم پیدا می‌کنه. مثلا احتمال اینکه یه جاهایی بینتون بحث بشه اصلاً کم نیست، چون شک میکنیم که الان بهترین انتخاب ممکنه چی باشه، یا مثلا اشتباه سهوی یه نفر هر دوتاتون رو توی دردسر بزرگی میندازه. It Takes Two، بازی بعدی فهرست هم جایزه گیم آف دی ایر رو برده. It Takes Two ساخته استودیو هیز لایت. این تیمیه که اگه از علاقه‌مندان بازی‌های کوآپ باشین حتما اسمش به گوشتون خورده. بازی قبلی این استودیو اوی اوت بود که توی سبک کوآپ واقعا تجربه باحالی به شمار میرفت، و حالا توی بازی جدیدشون میتونیم تجربه به مراتب بهتر و سرگرم کننده تر رو هم داشته باشیم. داستان بازی از اونجایی شروع میشه که پدر و مادر روز قصد جدایی دارن و روز آرزو میکنه که رابطه بینشون درست شه. این دوتا که اسمشون کدی و میه تبدیل به عروسکایی میشن که روز درستشون کرده. از اینجا به بعد بازی کدی و می باید با همکاری همدیگه تلاش کنن که راهی برای برگشت به دنیای واقعی پیدا کنن. بازیکن‌ها با کنترل این دوتا کاراکتر بامزه سعی میکنن تا مراحل پلتفرمر چالش برانگیز اون رو پشت سر بذارن. هر مرحله از بازی مکانیزم‌های گیم پلی جدیدی رو معرفی میکنه که مبنای تمام اونا همکاری دو نفره این دو کاراکتر و در حقیقت همکاری دو نفره اون دو تا گیمریه که دارن بازی میکنن. گیم پلی بازی به شدت سرگرم کننده و جذابه و مطمئن باشین که از تجربه دو نفرش روی کنسول پلی استیشن 5 خودتون پشیمون نمیشوید. به قول آرایس، راستی تکسو کلن حالتی غیر از کوآپ نداره، یعنی اساس بازی باید دو نفره تجربه بشه، همونجوری که در بازی قبلی جوزف فارس دیدیم. 3. جنگ‌های ستاره‌ای لگو حماسه اسکای واکر. بازی‌های لگو تو ارائه تجربه‌های کوآپ سرگرم کننده سابقه طولانی و مثبتی رو از خودشون به جا گذاشتن. یکی از جدیدترین محصولات این مجموعه بازی لگو استار وارز اسکای واکر ساگاه که این بار به سراغ مجموعه محبوب و دوست داشتنی جنگ ستارگان رفته. اثری که تمامی 9 فیلم اصلی مجموعه رو پوشش داده و شما میتونید با شخصیت‌های زیادی از دنیای جنگ ستارگان ملاقات داشته باشید. مثل بقیه آثار مجموعه لگو، بازی حال و هوای کمدی و مفرحی داره و طرفدارای پرفاقرص جنگ ستارگان حسابی میتونن از ایسترگ‌های بی‌شمار اون لذت ببرن. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این بازی قابلیت تجربه دو نفره اونه که به بازیکن‌ها اجازه میده به صورت اسپلیت اسکرین روی صفحه نمایش با دوستا و نزدیکای خودشون از تجربه این بازی لذت ببرن. این تجربه به یاد موندنی میتونه برای هر طرفدار سری جنگ ستارگان و راستش حتی کسی که استار وارز رو نمیشناسه لذت بخش و سرگرم کننده باشه، چون خیلی حالا داستانگویی جدی و مثلا عمیقی نداره. 4. بازی آنراول 2. دوتا کامبا که با هم پازل حل میکنن. اگه احساس میکنین که این جمله یه توصیف خوب برای رفاقت شما با دوستتونه، بازی آنراول 2 رو از دست ندید. آنراول 2 بیشوخی بازی داستانیه که مثل قسمت اول این مجموعه سبک داستانگویی بصری خاص خودش رو داره. کل تجربه بخش داستانی اصلیش 6 ساعت طول میکشه و میتونه دو نفر رو به شکل خاص خودش سرگرم کنه. 5. بازی کت کوست 2. شاید فکرشو نمیکردین که یه بازی با محوریت گربه ها و سگا بتونه یه اکشن نقش آفرینی سطح بالا باشه که 95% کاربرها در استیم ازش راضین. این بازی جهان باز در جهانی جادویی جریان داره و در حالت کوآپش میذاره یه نفر سگ بشه و اون یکی گربه. البته حمله بر بی ادبی نباشه، دارم بازی رو توضیح میدم، ولی جدی جنگیدن با هیولاها به عنوان سگ و گربه میتونه فراتر از انتظارتون سرگرمتون کنه. 6. بازی اوورکوکت 2. بازی بعدی این فهرست صرفاً یه اثر اکشن یا ورزشی نیست. شما قراره توی اون مشغول یکی از مهمترین وظایف هر فردی در خونه بشین.
آشپزی. درست حد زدید. نسخه دوم اوورکوکت رو میگم که یکی از بهترین بازی‌های چند نفره منتشر شده برای کنسول پلی‌استیشن 5 که میتونه یه تجربه سرگرم کننده و لذت بخش چند نفره رو براتون رقم بزنه. توی این بازی شما میتونین تا حد اکثر 4 نفر کنار هم دیگه مشغول آشپزی بشین و با هم رقابت کنین. گیم پلی بازی اینجوریه که بازیکن‌ها توی مسابقه‌ای که توش قرار می‌گیرن، باید مواد اولیه رو خرد کنن، ظرفا رو بشورن، غذای آماده شده رو زودتر از بقیه برای مشتری‌هاشون سرو کنن. و نسخه دوم این بازی در مقایسه با نسخه اول تو همه این چیزا آیتم‌ها و منوها و تم‌ها و چیزای بیشتری داره و گسترده تر شده. مثلا تمای رستوراناش هم بیشتره و باعث میشه تجربه به مراتب جذابتر، سرگرم کننده تر و پرتنوعتر رو داشته باشین. پس اگه دلتون یه چالش واقعی میخواد تا با بچه ها بشین دوره هم حالشو ببریم، ما بهتون اوورکوکت 2 رو پیشنهاد میکنیم، چون با اینکه آشپزیه خیلی سخته، البته آشپزی در دنیای واقعی هم سخته بهش کن. سخته. بازی سک بوی بیگ ادونچر، نه یه اسمال ادونچر، بیگ. یکی از مجموعه بازی‌های اختصاصی کنسول پلی‌استیشن که همیشه طرفدارای خاص خودش رو داشته، لیتل بیگ پلنت بوده که تا حالا نسخه‌های مختلفی ازش منتشر شده. اما سال 2020 استودیوی سوما دیجیتال اومد یه بازی اسپیناف از این مجموعه به اسم سک بوی بیگ ادونچر رو برای کنسول پلی‌استیشن 5 منتشر کرد که تونست نظر منتقدا و بازیکن‌ها رو جلب خودش کنه. اثری که توی اون بازیکن‌ها کنترل شخصیتی به اسم سک بوی رو باید به عهده بگیرن و با چالش‌های مختلفی که توی بازی پلتفرمر قرار گرفته مواجه بشن. توی داستان بازی مردم دنیای کرافت ورلد توی آسایش در حال زندگی هن که شخصیتی شرور به اسم وکس به محل زندگی اونها حمله میکنه و تک تک ساکنان اون سرزمین رو به بردگی میگیره. یعنی شما شاید وقتی سک بوی رو میبینی فکر نمیکنید داستان به سمت بردگی بره، ولی همینقدر سیاهه. حالا این وظیفه سک بویه که پس از یه فرار موفقیت آمیز تلاش کنه تا با سفر به سرزمین های دنیای کرافت ورلد از نابودی اون جلوگیری به عمل بیاورد. نقطه. یکی از ویژگی‌های بارز این بازی قابلیت تجربه چند نفره‌شه که بهتون اجازه میده تا حداکثر 4 نفری بشینین تجربهش کنین. مطمئناً تجربه چند نفره این بازی پلتفرمر میتونه چالش‌های بیشتری رو به همراه داشته باشه و در نتیجه لحظات سرگرم کننده تری رو هم براتون رقم بزنه. 8 خیابان‌های خشم 4 استریتس آف ریج 4 که سناریو نداره، یادم رفت برای این سناریو بنویسم، برای همین از دل براتون صحبت میکنم. بازی استریتس آف ریج 4 هم خیلی خاطره انگیزه، هم حتی اگه اصلا این مجموعه رو نمیشناسین میتونه تجربهش به شدت لذت بخش باشه. اینطوریه که وقتی دو نفره برین از تجربه بیتمامش بیشتر و بیشتر لذت میبرین. دشمنای مختلفو میزنین، حالا کی سلاحی که رو زمین افتاده رو برداره، کی میخواد مثلا بره سراغ اون جلویی، کی این سمت چپ تصویر رو بگیره. و بازی هم همونطور که تعداد شما بیشتر میشه تعداد دشمنا رو هم بیشتر میکنه تا بیشتر به چالشتون بکشه. خلاصه که فکر کنم هممون چه اسمشو بدونیم چه ندونیم یه نسخه از این مجموعه رو سالها قبل تجربه کردیم و الان هم تجربه نسخه جدیدش میتونیم خیلی لذت ببریم. و اینم بگم اگه بخواید خودتون رو توش به چالش بکشین، حسابی میتونه چالش برانگیز باشه. مثلا اینکه دوستای ما ساعت‌ها بعد از تموم کردن بازی هم دوباره و دوباره و دوباره مرحله‌های مختلفش رو نشسته تجربه کرده. از اتاق فرمان اشاره کردن که آرایس یه رکورد تو استریتس آف ریج 4 داره، من نمیدونم چه رکورد ولی داره. 9 لاک پشتای نینجا 1 2 3 4 تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج. نوبتی هم باشه نوبت به جدیدترین بازی از مجموعه محبوب لاک پشتای نینجا، یعنی تینیج میوتن نینجا ترتلز شردرز ریونج میرسه. اثری بیتما پس استودیو تریبیوت گیمز که با الهام از مجموعه انیمیشنی سال 1987 میلادی لاک پشتای نینجا توسعه داده شده و به عنوان یک بازی ساید اسکرولینگ اکشن تجربه سرگرم کننده و نوستالژیک رو در اختیار بازیکن‌ها قرار میده. شما میتونید بازی رو به شکل کاملا چند نفره روی یک کنسول در کنار خانواده و دوستاتون تجربه کنید و با در اختیار گرفتن هر کدوم از شخصیت‌های محبوب این مجموعه به سراغ جنگ با گروه‌های مختلفی مثل فوت کلان، کرنگ، بی پاپ و اصلا مهمتر خود جناب آقای شردر برید. البته شردر یه چیزی بود اون تو، مگه اون آقا محسوب میشد؟ اون موجود فضایی که اون تو. جناب آقای شردر برید. آقا من یه قسمتی از سریال دیده بودم که شردر لباسش بام شده، چه کوچولو از توش در میاد، بچه‌ها میگن ماسکش یه جای دیگه کنار میرفت، اصلا کلا یه زنی اون تو بود. حالا جناب آقا و خانمش رو شما تو کامنت‌ها بگید. بازیکن‌ها تو این بازی میتونن به بخش‌های مختلف شهر نیویورک و حتی یه بعدی به نام بعد X سفر کنن و با چالش‌های مختلفی روبرو بشن. هر کدوم از شخصیت‌های اصلی بازی مهارت‌های مبارزه‌ای خاصی دارن که خب این حسابی باحال می‌کنه که کدومتون کدومشون رو انتخاب می‌کنه و هر کدوم از این مهارت‌ها توی یه سری مبارزاتی به درد می‌خورن. کسایی که استریتس آف ریج و یعنی اون مدل کوآپ رو حال می‌کنن، اینم به نظرم حال می‌کنن. دهمی بازی آنتایتلد گوس گیم، یعنی بازی بدون نام غاز که جوایز خیلی زیادی هم برده، یعنی
شاید فکرشو نکنیم ولی مثلا یکی سری از بزرگان اون سال رو این قاز شکست داد. حالا این بازی حالت کوآپ هم داره. ماجرای حالت کوآپش اینه که برخلاف همه بازی قبلی که مثلا شما توش همکاری میکردی، هدفت این بود که من اینو بذارم اینجا، رضای دایی نسب اینو بذاره اینجا، مثلا رو هم یک چیزی بنا بشه، تو این میری خرابکاری، اینو میزنی اونو میزنی، اینو میندازی نمیدونم اینو بلند میکنی، هر بلایی میخواستن همه چی میاری، خلاصه زندگی رو بر مردم در قالب دو قاز جهنم میکنی. انقدر میتونه خنده دار بشه این بازی که کمتر بازی کوآپ یا غیر کوآپ یا مولتی پلیر کامپتیتیو یا هر مدل بازی دیگه میتونه انقدر خنده دار بشه. کلیپ های بامزه میتونید ازش در بیارین و در شبکه های اجتماعیتون آپلود کنین. خیلی هم رو همه چی در دسترسه، کلا حجم زیادی هم نداره، خیلی بازی باحالیه. بازی های کوآپ باحال دیگه مثل ریسک آف رین دو، چیکوری، هیون، اسکیپ آکادمی و کاپ هد یا حتی آثار قدیمی تر از جمله ریمن لژندز عزیز هم میتونستن توی این فهرست باشن. راستی یه چند روز دیگه هم یه بازی ترسناک میاد به نام آنتیل دان که خیلیاتون میشناسینش، الان نسخه بهبودی یافتهش قراره بیاد، اونم رو PS5 میاد و حالت کوآپ هم داره، میتونید شخصیت‌های مختلف رو کنترل کنیم و رو تصمیماتشون تاثیر بذاریم، ببینیم کی زنده میمونه. با همین حرفا شما اون بازی کوآپی رو برامون بنویسین که از تجربه کردنش با هر کس دیگه خیلی لذت بردین. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته بوده باشین که اگر اینطوره لایک رو بزنین و اگر اینطور نیست که ببخشید و امیدوارم که سابسکرایب هم بکنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. دیگه اگه تا اینجا دیدین یه اون زنگوله هرم بزنین که بعدی هرم از دست ندین دیگه. خدافظی.